یکی از فیچرهایی که ما داریم برای سیکیور کردن کنترل پلین سلکتیو پکت دیسکارد یا همون SPD هستش. هدفش هم خیلی ساده است، ما بتونیم پکت هایی که به سمت CPU حرکت میکنن، CPU راتر حرکت میکنن، تو موقعی که کانگسشن به وجود میاد کنترلشون کنیم، اولویت بندیشون رو، و بتونیم هایی که زیاد شدن دیسکاردشون کنیم به ترتیبی که لازمه. این صورت خیلی ساده سلکتیو پکت دیسکارد رو توضیح میده. قبل از به وجود اومدن سیسکو اکسپرس فورواردینگ، ما تعداد زیادی از پکت های ترانزیت بودن، حتی پکت هایی که قرار نبود توی راوتر هندل بشن، قرار بود فقط رد بشن، ترانزیت پکت ها بودن که میرفتن به سمت IOS پروسس لول، یعنی که پانت میشدن که برن CPU پروسسشون بکنه، به خاطر اینکه بتونیم فست سویچینگ کشو داشته باشیم. در صورتی که ما همچین چیزی داشته باشیم، تعداد زیادی از پکت هایی که مقصدشون خود راوتر بودن یا اونایی که مقصدشون خود راوتر نبودن مثل ترانزیت پکت ها، ولی اون قرار بود که فست سویچینگ کشوشون انجام بشه، به سمت سی پی یو سرازیر می‌شدن. یه مکانیزمی نیاز داشتیم به اسم SPD که بتونه اینا رو پرایورتایز کنه، راوتینگ پروتکل پکت ها رو جدا کنه از ترانزیت پکت ها، و حتی هم خودمون راوتینگ پروتکل ها رو بتونه ساماندهی کنه که کدومشون اولویت دارن نسبت به اون یکی. بعد از اینکه CF به وجود اومد توی تکنیک‌های مدرن‌تر، راوترهای مدرن‌تر، چیزی که ما داریم الان اینه که باز هم به این نیاز داریم، به این تکنیک SPD که بتونه پکیج‌های مختلف رو واسه ما پرایورتایز کنه و اونایی که اولویتشون کمتره موقع کامیشن دراپشون کنه. چند تا مثال بزنیم از پکیج‌هایی که ترانزیت نیستن و میرن به سمت CPU. مثلا ریسیو ادجسنسی IPA یا نان IPA. ریسیو اونایی هم که مقصدشون خود راوتره، مثل راوتینگ پروتکولا، OSPF، BGP، مثل ICMP ها، مثلا وقتی که پینگ میکنی راوترتون، مثل MPLS کنترل پروتکولا، مثل تمام منیجمنت کنترل پروتکولا، مالتی کست راوتینگ پروتکل پکت ها و خیلی چیزهای دیگه مثل R پکت ها، و چند تا مثال از ترانزیت پکت هایی که هنوز لازمه برسن سمت CPU، مثل اولین پکت مالتی کست فلو، یا مثل پکت هایی که IP آپشنشون ست شده، یا مثلا ICMP که پکت هایی که TTLشون اکسپایر شده. اینا هنوز با اینکه CF وجود داره ولی هنوز قرار برن سمت CPU. خب ما نیاز به این مکانیزمی داریم که بتونیم این پکت ها رو اولویت دهی کنیم و موقعی که کانجست شدن و CPU نتونست اینا رو هندل کنه دیسکاردشون کنیم طبق اولویت بندی. ما وقتی که پکت ها قرار برن سمت CPU اصطلاحا میگن پانتت شدن، اینا همشون میان توی ingress queue. هر اینترفیس یه ingress queue داره. اگه توی این شکل نگاه کنیم با هم دیگه، اینجا میبینیم که ما هر اینترفیس یه ingress queue داره که پکیت هایی که پانت میشن به سمت CPU میان توی این ingress queue قرار میگیرن. هر ingress queue متعلق به یه دونه اینترفیسه، در حقیقت یه دونه فیزیکال اینترفیس، که من اگه سریع رد بشم برسم به یه شو اینترفیسی، توی این شو اینترفیس چیزی که الان اینجا میبینیم اینه که داره نشون میده اینپوت کیو رو مال اون راوتر رو، که البته این عدد متفاوته، مال قسمت بعدش من توضیح میدم. برمیگردم سر جای اول. حالا اتفاقی که میفته، ما به یه مکانیزمی نیاز داریم به اسم SPD که پکیت ها به محض ورود توی این ingress queue اول کلاسیفایدشون بکنه. کلاسیفیکیشن توی SPD سه حالت داره: حالت نورمال، های و تاپ. نورمال پرایوریتی، های پرایوریتی و تاپ پرایوریتی. این اولین اتفاقی که توی SPD میفته. دومین اتفاقی که میفته بهش میگن استیت چک. ما توی SPD دو حالت داریم که یه پکت رو دیسکارد میکنیم. اولین حالت اسمش استیت چک. ما تو حالت استیت چک پکت های نورمال رو، یعنی پرایوریتی نورمال رو میتونیم دیسکارد بکنیم بلافاصله. نمیتونیم دست به پکت هایی بزنیم که
دست به پکیت هایی بزنیم که های پرایوریتی یا تاپ پرایوریتی هستن. ما توی استیت چک که اولین چک استیت SPDه میتونیم فقط نورمال کلاسیفیکیشن هایی توی اینگرس رو دراب کنیم. استیت چک از کجا میاد؟ میگن SPD سه تا استیت داره، مثل هر فیلد استیت ماشینی سه تا استیت داره. استیتش رو از این کیو اینجا میگیره. ببینید، فرض کنیم که قراره iOS بیاد تک تک پکت هایی که به سمت CPU میرن و بده دست CPU، اینترابت بده و بده دست CPU. قبل از این که اینا توی این کیو CPU قرار بگیرن که برن سراغ CPU، دو تا کیو دیگه وجود داره که بهش میگن iOS Process Queue. یکیش اسمش General Queue، اون یکی اسمش Priority Queue. تو General Queue پکت های نرمال میان میشینن و پکیت های های پرایوریتی و تاپ پرایوریتی من میرم توی پرایوریتی کیو میشه. حالا اتفاقی که میفته اینه، SPD همون لحظه اول که پکیت وارد اینگرس کیو میشه کلاسیفایدش میکنه به نورمال، های و تاپ. چجوری کلاسیفایدش میکنه؟ خیلی ساده است. اگه IP پریسیدنسش 5 یا زیر 5 میشه نورمال پکیت، اگه IP پریسیدنس 6 یا 7 میشه های، و اگه اصلا نان IPه میشه تاپ، یعنی پکیت IP نیست مثلا R میشه تاپ. خب اونایی که IP پریسیدنسشون از 0 تا 5 همشون اینجا که کلاسیفاید شدن به عنوان نورمال پرایوریتی، ته کار میان اینجا توی جنرال کیو میشین. حالا SPD state check چی کار میکنه؟ نگاه میکنه ببینه اگه این general queue زیر مینیمومشه، اسم استیت خودش رو میذاره نورمال. توی حالت نورمال هیچ پکتی دیسکارد نمیشه و همه رو قبول میکنه توی ingress queue. اگه من برم جلوتر تعمل بفرمایید توی این چک، نه توی این چک، بله این جنرال کیوی که من داشتم راجع بهش صحبت میکردم که تو قسمت آخره، ولی تعداد پکت هایی که الان اینجا هستن از نورمال پرایوریتی ها تعدادشون مهمه. استیت SPD توی نورماله به شرطی که تعداد پکت های توی جنرال کیو کمتر از مینیمم ترشولد. مینیمم ترشولد عدد 73 است دیفالت، مکسیممش 74 مکسیمم ترشولد، و بالاترین چیزی که ممکنه وجود داشته باشه 75، یعنی 75 تا پکت میتونن توی جنرال کیو باشن. اگه ما زیر 73 تا داریم استیت SPD توی حالت نرماله. خب این چیزی که داشتم براشون میگفتم از دید استیت SPD که میتونه سه حالت داشته باشه، یا نرماله یا رندوم دراپه یا فول دراپه، دقیقا بستگی به تعداد پکت هایی داره که اینجا قرار دارن. این اعداد قابل تنظیمه، مینیمم ترشولد و مکسیمم ترشولد جنرال کیو قابل تنظیمه. اگه که 73 تا پکت داخلش باشه یا کمتر، ما به این میگیم که نورمال، استیت SPD نورماله. اگه 73 74 شد، یعنی به اینجا قرار گرفت، بهش میگیم SPD تو حالت رندومه، و به محض اینکه از 74 بیشتر شد، یعنی رسید به اینجا، بهش میگیم فول دیسکارد، یعنی که همه چی دراپ بشه. یه بار دیگه من برمیگردم توی شکل اول، پکت ها دارن وارد میشن، پانت شدن که برن سراغ سی پی یو، یعنی پکت هایی هستن که قرار نیست ترانزیت روشون اتفاق بیفته، پکت هایی هستن که قرار سی پی یو پردازششون میکنه. حالا یا ترانزیت پکت هایی هستن که به یه دلیلی مثلا تمام شدن تی تی ال شون قراره که سی پی یو پردازششون بکنه، یا
پکت های کنترلی هستن مثل OSPF مثل BGP که قرار CPU هندلشون کنه. همه اینا وارد InGressQ هر اینترفیس میشن. به محض وارد شدن SPD که بای دیفالت روشن هم هست کلاسیفاید میکنه اینا رو. اونایی که از IP precedence 0 تا 5 دارن کلاسیفاید میشن از normal priority، اونایی که 6 و 7 هستن میشن high priority و اونایی که non IP هستن میشن top priority. قراره که مقصد نرمال ها توی جنرال کیو باشه در نهایت و مقصد های و تا پرایوریتی توی پرایوریتی کیو باشه. بعد از اینکه کلاسیفیکیشن انجام شد ما اینجا SPD استیت چک رو داریم. استیت چک یعنی اینکه اگه جنرال کیو کمتر از مینیمم ترشولد یعنی 73 تاست نرماله و پکتی اینجا دراپ نخواهد شد. اگه از 73 زد بالا ما حالت رندوم دراپ رو داریم. تو حالت رندوم دراپ پکت هایی که نرمال هستن میتونن رندوملی دراپ بشن. اجازه بدیم پکت هایی که ما توی حالت نرمال استیت نرمال که وقتی زیر 73 از مقدار 73 تا پکت توی جنرال کیو قرار داره ما هیچ پکتی رو دراپ نمی‌کنیم به میان استیت نرمال. قسمت بعدی یعنی از 73 رفتیم بالا رسیدیم به 73، قبل از 74 به 73 رسیدیم، اتفاقی که میفته ما اینجا رندوملی دراپ می‌کنیم. چیا رو رندوملی دراپ می‌کنیم؟ فقط پکت‌های نرمال پرایوریتی رو، یعنی اونا که آی پی پرسیدنسشون 0 تا 5. دست به 6 و 7 و نان آی پی ها نمیزنه، رندوملی دراپشون میکنه. حالا اینجا یه حالت داره به اسم اگریسیو مود یا نورمال مود که من بعدا توضیح میدم. فعلا اینو فراموش کنیم، بیایم سراغ این که چی میشه وقتی که ترشولد هست، یعنی 70 ما 74 تا پکت داریم یا 75 تا پکت داریم توی جنرال کیون. وقتی که ما توی جنرال کیون 74 یا 75 تا پکت داریم، یعنی از اینجا زد بالاتر از مکسیمم رفتیم بالاتر، اتفاقی که میفته فول دراپ اتفاق میفته. یعنی هر پکت نرمالی که وارد این ایگرس کیو شد دراپ میشه. هر پکت نرمالی دراپ میشه میره به کارش، اصلا پروسس نمیشه. پس ما اولین دیسکارد شدن پکتمون توی همین ایگرس کیو اتفاق میفته و از طریق استیت چک اتفاق میفته. استیت چک به چی وابسته است؟ به جنرال کیو. جنرال کیو چه چیزایی قرار توش بیان؟ همین نورمال پرایوریتی پکت ها قرار توش بیان، یعنی که استیتشون از چند تا چنده؟ استیتشون از 0 تا 5. خب اگه یادتون باشه من گفتم که ما میتونیم SPD رو SPD استیت رو توی دو حالت ست کنیم. ما میتونیم بگیم SPD توی حالت نورمال باشه که دیفالت نورماله، یا تغییرش بدیم با یه گلوبال کامندی و ببریمش توی حالت اگرسیو مود. چه فرقی میکنه توی حالت اگرسیو مود و حالت نرمالش؟ اجازه بدین کامند اینجاست، گلوبال کامند اینجاست، IPSPD مود اگرسیو. ما میتونیم از حالت نرمال درش بیاریم که دیفالتشه، ببریمش توی حالت اگرسیو. چه فرقی میکنه بین اگرسیو مود و نرمال مود؟ اتفاقی که میفته فقط توی این قسمت رندوملی دراپه، یعنی اینکه ما استیت پکت استیت SPD از حالت نرمال که تعداد پکت های داخل جنرال کیو زیر 73 بوده رسیده به 73. وقتی که رسید به 73 اگه تو حالت نرمال ما باشیم، تو حالت نرمال SPD مود باشیم نه اگریسیو، ما رندوملی پکت ها رو دراپ میکنیم. همه یه پکت ها اصطلاحاً مال فرم نیستن، یعنی ما هیچ پکت مال فرمی شناسایی نمی کنیم. یعنی چی پکت مال فرم یا مال فرم نیست؟ الان توضیح دقت کنیم. فرض کنیم یه پکتی بیاد که هدر لنثش اشتباه باشه، یه پکتی بیاد که چکسامش اشتباه باشه، یه پکتی بیاد که ورژن اشتباه خورده باشه، پکتی بیاد که لنثش درست نباشه. این پکیت ها به صورت پیشفرض از دید RFC مال فورمن، ولی تو حالتی که SPD داره توی مود
نرمال خودش عمل میکنه نه اگرسیو، این نرمال رو با نرمال استیت اشتباه نگیره. تو حالت نرمال خودش کار میکنه، همه یه پکت ها حتی اونایی که مال فرم هستن پکت های معمولی شناسایی میشن و دراپ شدن فقط بر اساس رندومه. یعنی نرمال پرایوریتی ها، چه مال فرم چه مال فرم چه سالم، همشون رندوملی دراپ میشن تو این حالت اینجا. ولی اگه ما IPSPD مودو بذاریم تو حالت اگرسیو، غیر از این که ما رندوملی دراپ میکنیم، هرچی پکت مال فرم میاد هم دراپ میکنیم. تنها تفاوتش اینه. میتونم توی گلوبال کانفیگوریشن مود بگم IPSPD مود اگرسیو، اتفاقی که میفته وقتی که استیت چک داره اتفاق میفته توی مرحله این قسمت، استیت چک داره اتفاق میفته و قرار نرمال پکت ها مقایسه بشن با تعداد جنرال کیو پکت ها. برای این پکت ها بیان برن توی جنرال کیو دیگه. اگه تعدادمون زیر مینیمم ترشولد باشه که هیچ، اگه تعداد از 73 رسید به 73 حالت رندوم دراپه. تو حالت رندوم دراپ چه پکت هایی قرار دراپ بشن؟ پکت های نرمال به صورت رندوملی توی اینگرس دراپ میشن. این دراپ شدن واسه مال فرم پکت ها و پکت های سالم یه جور اتفاق میفته. من اگه SPD رو بذارمش توی مود اگرسیو، غیر از این که دارن رندوملی دراپ میشن پکت های اینجا، هرچی مال فرم میاد هم اوتوماتیک دراپ میشه. این فرق بین اگرسیو مود و نرمال رو باشه. خب اتفاقی که افتاد، پکت ها وارد شدن، کلاسیفاید شدن به نرمال، های و تاپ. های و تاپ ها قرار برن تو پرایوریتی کیو آخر اینجا، و نرمال ها قرار برن کجا؟ توی جنرال کیو. قبل از اینکه از اینجا اصلا خارج بشن یه استیت چکی روشون انجام میشه و ممکنه یه سریشون بریزن. کیا؟ نرمال ها. ممکنه یه سریشون بریزن. ما میتونیم این جنرال کیو رو، مقدار مینیمم ترشولد و ماکسیمم ترشولدش رو تغییر بدیم. چجوری میتونیم تغییر بدیم؟ کامندش اینجاست. من میتونم بگم که IPSPD کیو مینیمم ترشولد رو عوض کنم یا ماکسیمم ترشولد رو عوض کنم. IPSPD کیو مینیمم ترشولد مثلا 73 رو بکنم 70، IPSPD ماکسیمم ترشولد رو بکنم مثلا 74. این قابل تغییر. Global Configuration Mode ما میتونیم جفتش رو تغییر بدیم. ما توی SPD یه State Check داریم، یه Input Queue Check داریم. Input Queue Check به ما اجازه میده که واسه دومین بار به یه دلیل دیگه پکت ها رو دیسکارد کنه. دلیلش هم اینه، با هدف این که یه اینترفیس نتونه کل CPU رو اشغال کنه و شروع کنه پکت فرستادن. مثلا فرض کنیم که یه بلاستر ورمی هست و داره پکت هایی میفرسته که مقصد CPU هست و ممکنه دینال آف سرویس اتفاق بیفته و یه داستک باشه واسه یه راوتر ما و بخواد راوتر ما رو از کار بندازه. اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم به صورت فیر این CPU رو بین تمام اینترفیس ها تقسیم کنیم. پس به این داستان ما میگیم Input Queue Check. در نهایت یه سری از پکت ها ممکنه دیسکارد بشن. هدف بتونیم ریسورس CPU رو بین همه اینترفیس ها به صورت فیر تقسیم کنیم. خب بعد از اینکه ما پکت ها وارد شدن توی Ingress Queue و Classified شدن و SPD State Check کارش تموم شد، یادمون SPD State Check چی بود، کارش تموم شد، ما حالا وارد Input Queue Check میشیم که برای دومین بار توانایی دراپ کردن پکت ها رو داریم. ما به ازای هر اینترفیس فیزیکالی، اون اینترفیس فیزیکال ممکنه 100 تا سال اینترفیس داشته باشه، 10 تا ویلن داشته باشه یا هر چیز دیگه، به ازای هر فیزیکال اینترفیسی در حقیقت یک کانتر داریم که بهش پری هاردور اینترفیس هولد کیو هم میگن. یه کانتر داریم که ما با استفاده از اون کانتر میتونیم اینپوت کیو چک رو ران کنیم. برای اینکه این قضیه رو بهتر متوجه بشیم، برگردیم به شکل اولیه.
نگاه کنیم، ما پکیت هایی که دارن وارد میشن پانت میشن به سمت سی پی یو، توی اینگرس کیو قرار میگیرن، کلاسیفاید میشن نورمال های تاپ و استیت چک روشون انجام میشه، یعنی جنرال کیو رو چک میکنه که پکیت های نورمال رو یا رندوملی بریزیم یا همشون رو بریزیم یا نریزیمشون اصلا، بسته به این که ما چند تا پکیت داخل جنرال کیو داریم. درسته؟ قسمت بعدی به ازای هر اینترفیسی ما یک کیو داریم که این کیو سه قسمت داره: هولد کیو، هدروم و اکستندد هدروم. 75 تا اینجا جا داریم، 2000 تا اینجا جا داریم و 10 تا اینجا داریم. چه اتفاقی میفته؟ اجازه بدیم بریم شکل بعدی. ببینید ما پکیت های نورمال، پکیت های نورمال که آی پی پرسیدنسشون از 0 تا 5 به شرطی حق دارن وارد جنرال کیو ما بشن که اون اینترفیس جای خالی داشته باشه و 75 تا پکت پر نکرده باشه توی جنرال کیو. اگه 75 تا پکت از این اینترفیس رفته باشه توی جنرال کیو، دیگه اجازه نمیده از این اینترفیس پکت توی جنرال کیو بره. هر یه پکتی که از توی جنرال کیو برداشته میشه یکی از این عدد اضافه میشه و برعکس کم میشه. الان توضیح میده میشه. مثل اینکه این قضیه رو من راحت‌تر توضیح بدم، بزنیم برگردیم توی شکل اولی که داشتیم. بذات کنیم اینجا نگاه کنیم. ببینید فرض کنید هر کدوم از این اینگرس کیو ها متعلق به یه اینترفیس باشه. درسته؟ پکیت ها دارن این داخلشون، کلاسیفیکیشن اتفاق میفته، یا نورمالن یا هاین یا تاپن، استیت چک اتفاق میفته که ممکنه بعضی از نورمال ها به دلیل پر بودن جنرال کیو بریزن، همینجا بریزن. حالا فرض کنین که همه اینا خلوتن و فقط یه اینترفیس داره پکیت وارد میکنه، پکیت هایی که قرار پانت بشن به سمت سی پیو. هر پکیتی از مدل نورمال که میاد میره توی جنرال کیو میشینه، یه کانتری داره میشماره واسه اون اینترفیس که اسمش پر اینترفیس کیو هستش و داره چک میکنه که اون تعداد پکت از این اینترفیس بیشتر از مقدار هولد کیو نشه. اگه شد پکت ها به محض ورود دراپ میشن، دیگه اصلا وارد نمیشن. پس این اولیه. برمیگردم روی شکلمون. دقت کنیم. این اون کیویه که ما به ازای هر اینترفیس داریم. یعنی در حقیقت کانتره. وقتی که پکیت ها دارن وارد میشن، اونایی که نرمالن پریتیشون آی پی پریسیدنسشون از 0 تا 5 نرمال کلاسیفاید شدن و قبلا ممکن بود به دلیل پر بودن جنرال کیو تو استیت چک بریزن، یه بار دیگه هم ممکنه بریزن. اگه اون اینترفیس خاص تعداد پکیت هایی که ارسال کرده به سمت آی پی او اس پروسس کیو بیشتر از تعداد هولد کیو بشه، یعنی بیشتر از 75، به محض اینکه بیشتر بشه شروع تمام پکیت های ورودیشو توی اینگرس میریزه و اجازه نمیده که بیشتر وارد جنرال کیو بشن. ما واسه هولد کیو 75 تا دیفالت سایزمونه، واسه هدروم 2000 تا و واسه اکستندد هدروم 10. پکت هایی که به صورت های پرایوریتی کلاسیفاید میشن، یعنی آی پی پرسیدنس 6 و 7 دارن، اینا اجازه دارن باز هم برن و داخل کیو مربوط به آی او اس بشینن، اینجا پرایوریتی کیو بشینن. از یه اینترفیس چند تا حق داره بیاد بشینه؟ مکسیموم مجموعش با اون قسمت هولد کیو 2075 تا حق داره بیاد بشینه.
نمیچی. یعنی فرض کنین که هولد کیو پر باشه، آی پی پرزیدنس 0 تا 5، ما الان 75 تا دونه توی جنرال کیو داشته باشیم. 2000 تا اجازه میده از اون اینترفیس با آی پی پرزیدنس 6 تا 7 برن بشینن توی پاریتی کیو. و اگه هولد کیو مثلا خالی باشه، هیچی توش نباشه، یعنی که هیچ پکت از 0 تا 5 نباشه، تا 2075 از آی پی پرزیدنس 6 و 7 اون اینترفیس اجازه دارن توی پاریتی کیو بشینن. و اگه بیشتر شدن دراپشون میکنه، یعنی تاپ پاریتی ها هم های پاریتی ها هم دراپ میشن به محض اینکه به صورت مجموع اون اینترفیس بیشتر از 2075 تا توی آی او اس کیو داشته باشه، حالا مجموعا توی جنرالش و توی پاریتی کیوش. و واسه نان آی پی ها و لیر 2 پکت هایی که اینا تاپ پاریتی کلاسیفاید شدن مثل MPLS، اتفاقی که اینجا میفته به اینا 10 تا دونه بیشتر اجازه میده بلند و توی تاپ توی iOS پاریتی کیو بشینن. یعنی مجموعه هر اینترفیسی مکسیموم 2085 تا از تمام اینا اجازه دارن برن و توی QI چی بشینن؟ QI مربوط به iOS پروسس کیو بشینن. هر ingress queue یه سری counter داره، hold queue، headroom و extended، 75 تا از این دونه دونه پکت هایی که از این اینترفیس اومدن و الان داخل general queue هستن اینجا داره count میشه. هر دونه ای که وارد این queue میشه یه دونه این counter میره بالا، هر یه دونه ای که از این شروع میکنه پروسس کردن یه دونه از counterش کم میکنه. اگه دقت کرده باشین ما با کامند show interface ethernet در حقیقت چیزی که اینجا input queue میبینین چیزی نیست غیر از همون hold queue خودمون. اینجا داره hold queue رو نشون میده که default hold queue عدد چند تنظیم شده؟ عدد 75 تنظیم شده. ما اینو میتونیم تغییرش بدیم، این عدد 75 رو میتونیم بریم روی اینترفیسمون با کامند hold queue مثلا بکنیمش 72 این، یعنی اینکه بیشتر از 72 تا پکت با پاریتی 0 تا 5 اجازه ندارن از این اینترفیس به صورت همزمان توی جنرال کیو قرار بگیره. واسه بقیه هدروم ها و اکستندد هدروم گلوبالی کانفیگ میشن با کامند spd headroom size یا spd extended headroom size. کامند شو اسپیدی چی به ما نشون میده؟ نشون میده که الان هدروممون گلوبالی چند تا تنظیم شده و اکستندد هدروممون چند تا تنظیم شده. و با کامند شو آی پی اسپیدی کاری که میتونیم بکنیم اینه که ببینیم مود اسپیدیمون واسه اون استیت چکش نرمال یا اگرسیوه که میتونیم تغییرش بدیم، دیفالت نرماله. و نشون میده به ما که الان مینیمم ماکسیمم ترشولدمون چقدره، 7074 اگه بتون باشه توی جنرال کیو آی او اس. هدروم رو اینجا دوباره میتونیم ببینیم و اکسندت هدروم رو میتونیم مشخص کنیم. آی پی نورمال کیو اینجا صفره، پاریتی کیو صفره، این چیزی توش نیست. قسمت آخر اینه که اسپیدی بای دیفالت روشن رو آی او اس، میتونیم با کامند نو اسپیدی اینیبل خاموشش بکنیم. خاموش کردنش تاثیر روی پکیجایی که سورسشون خود راتر نداره، فقط تاثیرش یه پکیت هایی که وارد راتر میشن به مقصد iOS پروسسور، یعنی قرار پانت میشن توی CPU تنصیل داره. ما از تکنیک های دیگه یا واسه کم کردن ریسک میتونیم استفاده کنیم، ریکالرینگ که شاید توی ویدیو بعدی توضیح بدیم.